سلام عرض ادب بر شما محصلین عزیز آل قدر، انشاءالله که تندرست باشید. و در ادامه دروس مبحثی داریم، نقش درجه حرارت در بدن انسان، اینکه درجه حرارت چه تأثیراتی در بدن انسان ها دارد، یعنی وقتی که درجه حرارت بالا می رود مقدار حرارت زیادی می گیرد و زمانی که درجه حرارت پایین میاد مقدار حرارت زیادی از دست میده، چه تأثیراتی بالای بدن انسان دارد. خب میگیم که اندازه‌گیری حرارت بدن نشان میدهد که درجه حرارت سطح بدن بسته به عوامل فیزیکی و تعاملات داخلی و دوران مواد در بدن و پوست بدن که جریان خون نزدیک به پوست ممکن آن میباشد. یعنی در کل ما میتونیم بگیم که خود حرارتی که در سطح بدنه و حرارتی که داخل بدنه متفاوت بوده، یعنی حرارت سطح تا حرارت داخل بدن کمی اندک تفاوت داره. همیشه چند درجه سانتیگریدی حرارت سطح پوست نظر به محیط متفاوت از حرارت داخل بدن، و این حرارت کلن حرارت سطح پوست بدن انسان و حرارت داخل بدن انسان همیشه نسبت به عوامل فیزیکی، تعاملات داخلی یعنی دوران خون و دیگه دوران مواد در بدن باعث تغییرات درجه حرارت در بدن میشه. شرایط غیرعادی باعث تغییرات مهم در تغییر درجه حرارت بدن میگردد که در دروس آینده سلایدهای بعدی مشخص میشه تغییرات. این تغییرات درجه حرارت بدن در مطابقت به شرایط محیط، که محیط اطراف بدن انسان چگونه هوایی داره، طبیب را در تشخیص امراض کمک می نماید. و درجه حرارت طبیعی داخل بدن همیشه به طور تقریبی در محدوده، یعنی در اندازه مثبت منفی 0.6 درجه سانتیگراد تغییر می نماید، یعنی یا 0.6 درجه سانتیگرید اضافه میشه یا 0.6 درجه سانتیگرید کم میشه، یعنی در از این انتروال، در از این محدوده به می مقدار تقریبا نیم درجه سانتیگرید یا سلسیوس تغییرات داره، به استثنای حالاتی که انسان دچار یک بیماری تبدار میباشد، یعنی به استثنای از این حالاتی که ما به استثنای از این حالاتی که انسان مریض شه یا کار واقع فیزیکی بالای انجام بده، درجه حرارت بدن ثابته، فقط به اندازه نیم درجه سانتیگرید یا سلسیوس تغییرات در بدن، تغییرات حرارتی به وجود میاد. در واقع یک شخصی که برهنه میتواند در معرض درجه حرارت 13 درجه سانتیگرید تا 60 درجه سانتیگرید در هوای خشک قرار گیرد، شرط که مرطوب نباشد، و کماکان امو درجه حرارتی که داخل بدن اونا بوده، هرچند که بوده 37 38 36 هرچند که بوده داخل بدن، در حد تقریبا ثابت میتونه که درجه حرارت رو حفظ کنه و درجه حرارت رو تغییر نکنه. گفتیم درجه حرارت 13 تا 60 میتونه درجه حرارت رو حفظ کنه در صورتی که هوا خشک باشه. بنابراین از این نتیجه میگیریم که وقتی که بدن میتونه در از این تغییرات درجه حرارت محیط، درجه حرارت داخل بدن حفظ کنه، آشکار به ما نظر به این معلوم میشه، نتیجه میشه که میکانیزم های کنترل کننده درجه حرارت بدن نشان دهنده یک سیستم کنترلی با طرح عالی هست، یعنی یک سیستم کنترلی خیلی خوبی در بدن وجود داره که میتونه این تغییرات درجه حرارت محیطی که هسته بیرون تا حد اندازه تغییرات درجه حرارت بدن حفظ کنه، هرچند که درجه حرارت از 13 تا 60 زیاد تفاوت داره و درجه حرارت محیط زیاد بالا میره تا 60 که برسه، ولی با اون میکانیزمی که سیستم ایمنی بدن انسان داره میتونه که درجه بر اختلافات درجه حرارت بدن را حفظ کنه. و هیچ گونه رقم واحدی را ما نمیتونیم به عنوان درجه حرارت طبیعی بدن در نظر گرفت که
بدن انسان طبیعتا همین درجه حرارت داره، یعنی این رقم نمیتونیم گفت، زیرا اندازه‌گیری درجه حرارت در تعداد زیاد افراد طبیعی در محدوده 36 تا 37 درجه سانتیگراد دارد. یعنی 36 اشاره چند تا 37 اشاره چند درجه قسمت محدوده درجه حرارت بدن به صورت طبیعی وجود دارد. و در کل به صورت اوسط یعنی میانگین این تغییراتی که در بین این دو واحد حرارتی هسته، حرارت نرمال بدن به صورت اوسط 37 درجه سانتیگراد قبول گردیده. البته این به طور اوسط با تغییرات کم کرده اوسط گرفته 37 درجه سانتیگراد مد نظر شده. درجه حرارت در رکتوم نظر به درجه حرارت در قسمت های بدن دیگه کم متفاوته، یعنی اندکی بیشتر 38 درجه سانتیگراد تا 39.7 درجه سانتیگراد، یعنی تقریبا 2 درجه سانتیگراد نسبت به دیگه قسمت های بدن بالاتر می باشه. درجه حرارت طبیعی متوسط در هنگام کارهای فیزیکی تشعشعات و غیره تغییر می نماید. یعنی ما وقتی گفتیم به طور اوسط درجه حرارت بدن 37 درجه سانتیگراد، اما در هنگام کارهای فیزیکی که انجام میدیم، کار مکانیکی می کنیم و یا کدام تشعشعات بر بدن بر انسان ها رخ میده، تغییرات حرارتی در بدن انسان ها رخ میده، یعنی از حد اوسط تغییر می نماید، یا زیاد یا کم نظر به فعالیت یا کار فیزیکی متفاوت میشه. وقتی که درجه حرارت بدن بیش از حد معین بر اثر فعالیت‌های شدید در بدن تولید میشه، یعنی حرارت زیادی تولید میشه، بیش از حد معین تولید میشه، درجه حرارت در رکتوم در حدود 33 تا 40 درجه میرسد. یعنی تفاوت‌های زیادی بین 33 تا 40 به وجود میاد. و در هنگام قرار گرفتن در هوای سرد درجه حرارت آن کمتر از 36 تا 36.7 درجه سانتیگراد میشه. و زمانی که انسان در هنگام قرار گرفتن در هوای سرد باشد، درجه حرارت اتومات پایین میاد به 36.7 درجه سانتیگراد میرسد. و هنگامی که میزان تولید حرارت در بدن بیشتر از سرعت دفع آن باشد، یعنی زمانی که حرارت بدن تولید میکنه و بدن قادر به دفع این حرارت نیه، یعنی حرارت تولید شده در بدن زیادتر از حرارت دفع شده از بدن هم. که در درسته های یعنی فصل بعد که مقدار حرارت ما میخونیم، اندازه‌گیری مقدار حرارت میخونیم و انتقال حرارت از بدن به طریق های متفاوت میخونیم، اونجا به ما واضح تر میشه این مبحث. ولی باز هم میگیم که اگر وقتی که یک کار یا فعالیت انسان انجام میده، اگر حرارت تولید شده زیادتر از اون اندازه باشه که از بدن دفع میشه، طبعا مقدار حرارت در بدن انسان، یعنی اون مقدار حرارت اضافه که نتونسته بدن دفع کنه، در بدن تجمع یافته و جمع می شود و از این سبب درجه حرارت بدن بالا می رود. و بالعکس از این گپ ما می گیم که اگر حرارتی که داخل بدن، یعنی مقدار حرارت کمی تولید می شود ولی مقدار حرارت دفع شده زیادتر از اون مقدار حرارتی که تولید می شود، اگر در این صورت باشه، پس درجه حرارتی که زیادتر از بدن دفع میشه سبب از این میشه که درجه حرارت بدن انسان پایین بیاید. و این معلومات طبیب را در تشخیص تصادفی امراض کمک زیادی می نماید. به اساس مطالعات انجام یافته در اوسط سال 1950 معلوم گردیده است که اغلب سرطان های پستان را با درجه حرارت افزایش یافته همان ناحیه پوست میتوان تشخیص داد. یعنی در ناحیه پستان، ناحیه اطراف دو که سرطان به وجود میاد، با اندازگیری درجه حرارت و ناحیه ای که مبتلا به سرطان میشد، میگه که با یک درجه سانتیگراد بیشتر از سایر قسمت های سالم بدنه، یعنی مقدار حرارت از او یک درجه سانتیگراد بیشتر از قسمت های سالم بدن بوده. بعضی
اندازه‌گیری تفاوتی که درجه حرارت داشته تشخیص میداده که سرطان پستان وجود داره، و با اندازه‌گیری درجه حرارت بدن و مقایسه آن با حرارت نرمال و شرایط خاص و وضع فیزیکی و حالت‌های مشخص طبیب میتونه در تشخیص مرض با اطمینان تصمیم بگیرد. و همچنان وضع انسان، یعنی وضع صحیح انسان در برابر تغییر درجه حرارت حالت‌های خاصی دارد، یعنی حالت‌های متفاوتی دارد نظر به تغییرات درجه حرارت که در بدن انسان به وجود میاد. بر اثر از این تغییرات میگیم با چنانچه در حرارت 18 تا 20 درجه سانتیگرید، یعنی زمانی که حرارت 18 تا 20 درجه سانتیگرید باشد و از طرف دیگر رطوبت بین 80 تا 100 درصد باشد، انسان ها احساس ناراحتی و خستگی می نماید. و همچنان در حرارت 24 درجه سانتیگرید با رطوبت 60 درصد هوا کمترین حرکت، یعنی وقتی که انسان کمترین حرکت کمترین فعالیت انجام میده تحرک کرده و باعث عرق میشه و همچنان ناراحتی های جسمی در انسان به وجود میاد. و رطوبت 80 درصد و حرارت 24 درجه سانتیگرید مانند رطوبت 40 درصد و حرارت 30 درجه سانتیگرید در شخص احساس ناراحتی شروع شده و افزایش و ناراحتی به هر صورت افزایش می‌یابد. حرکات تنفسی سری و سطحی شده تعرق مشکل می‌گردد، یعنی زمانی که رطوبت 40 درصد یا رطوبت 80 درصد حرارت 24 درجه سانتیگرید و 30 درجه سانتیگرید باشه حرکات تنفسی سری میشه و سطحی شده و تعرق در بدن انسان مشکل میشه. وقتی تعرق در بدن انسان مشکل شه و حرارت داخل بدن زیاد نمیتونه دفع شه، در بدن جمع میشه و مشکلات در بدن به وجود میاد. و گفته میشه که اگر درجه حرارت بدن 5 درجه سانتیگرید بالاتر از حد نرمال برسه احتمال مرگ خواهد بود. یعنی درجه از این ما نتیجه میگیریم که درجه حرارت در بدن انسان زیاد مهمه و همین درجه حرارتی که ما میگیم زیاد بالا میره از حد نرمال، این به این معنیه که ما میگیم که مریض تب داره. مریض تب داره اینه که حرارت تولید شده حالا بر اثر کار فعالیت فیزیکی یا بر اثر اینکه کدام مشکلی در بدن به وجود اومده یا در وقت سوخت ساز مواد غذایی داخل بدن حرارت زیاد تولید شده و سیستم دفع کننده حرارت بدن نمیتونه به طور کامل اون حرارتی که اضافه نیاز به بدن نیست از بدن دور کنه، قادر به این کار نبوده. از این سبب درجه حرارت بدن انسان بالا میره. زمانی که درجه حرارت بدن انسان بالا بره سبب تب میشه. یعنی هرچند که درجه حرارت بدن انسان بالاتر بره تب در بدن انسان زیادتر میشه و شدید میشه. خب این بود نقش درجه حرارت در بدن انسان که واقعا زیادم مهم بود. انشالله که به این درس کلن مفهوم این درس پی برده باشید و مفید برای شما واقع شده باشد و همچنان فکر کنم که بیشتر از بحث‌های خبلی مربوط به رشته شما بوده که مورد پسند شما قرار گیره و امیدوارم که همه دروس خود را با موفقیت پشت سر بگذارید. موفق باشید تا جلسه بعد. خداحافظ.